در امر پزشکی تشخیص حرف اول را می زند و در زندگی شما سلامت چشم ها و دید شما برایتان در مقام اول قرار دارد. پس به چشم پزشکی حاذق و صادق مراجعه کنید که با تشخیصهای اعجاب انگیزش تحسین جامعه چشم پزشکی را برانگیخته. دکتر جان رضاپور، چشم پزشک مورد اعتماد جامعه ایرانی. دکتر جان رضاپور با داشتن دو بورد تخصصی از آمریکا و همراه فوق تخصص در قرنیه و کاتاراکت، چشم پزشکی است منحصر به فرد در تشخیص و درمان. Advanced Eye Surgery Clinic 818-205-1200 310-657-3200. دکتر جان رضاپور هستم از Advanced Eye Surgery Clinic، یکی از مجهزترین کلینیک های غرب امریکا. Advanced Eye Surgery Clinic مجهز به تکنولوژی بسیار پیشرفته چشم پزشکی است که توسط FDA اپروف شده است. منتظر دیدارتون در Advanced Eye Surgery Clinic هستیم. درود بسیار به شما بینندگان عزیز ارجمند برنامه شگفتی های جهان چشم پزشکی. امیدوارم هست که در حال تندرست باشید و فرصت داشته باشید تا با هم سیری در کهکشان علم و اندیشه داشته باشید. فلک را سخت بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. برنامه شگفتی های جهان چشم پزشکی هر هفته روزهای شنبه از ساعت 12:01 بعد از نیم روز به وقت لس آنجلس از شبکه جهانی تلویزیون پارس به شما عزیزان تقدیم می‌گردد. و من دکتر رضاپور، جراح و متخصص بیماری های چشم، در این برنامه درباره بیماری ها و جراحی چشم با شما سخن میگم. بازپخش برنامه فردا شب ساعت 10 شب به وقت لس آنجلس از همین شبکه که میشه دوشنبه صبح فکر میکنم به وقت ایران خواهد. خب طبق روال همیشه یه برنامه صحبتی خواهیم داشت و بعد در قسمت دوم برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ خواهم گفت. امروز در ساعت 2 تا 3 بعد از دو برنامه پرسش و پاسخ داریم. خواهش میکنم اگر سوالاتی دارید در اون برنامه، در رادیو برنامه رو مطرح بفرمایید که سوالاتتون رو اونجا پاسخ بگویم، چون فقط در اونجا برنامه پرسش و پاسخ هست و من سعی میکنم که صحبتی نداشته باشیم. بنابراین سعی کنید که ساعت 2 تا 3 حتما این سوالاتتون رو مطرح بکنید که در اونجا این سوالات رو پاسخگو باشه. اما در ساعت 2 تا 3 اگر خواستید به شماره تلفن رادیو زنگ بزنید و سوالاتتون رو مطرح کنید، 323-512-7264 این شماره تلفن رادیو هست برای ساعت 2 تا 3. خواهش میکنم یادتون باشه 323-512-7264 که سوالاتتون رو جواب باشن. اما در این برنامه هم میتوانید سوالاتتون رو مطرح کنید تا فرصت کوتاهی که در قسمت دوم برنامه هست من به سوالاتتون پاسخ بگویم. شما می توانید از همین الان سوالاتتون رو مطرح کنید در حتی در وسط کلام من هم سوالاتتون مطرح کنید، من سوالات رو پاسخ خواهم گفت. برای اینکه این برنامه بیشتر برای پاسخگویی سوالات شماست و نه برای سخنرانی من، بنابراین من ترجیح می دهم به سوالات شما پاسخ بگویم، چون هر سوال سوال یک نفر میتواند سوال ده ها نفر دیگر هم باشد. خب اما چند نکته را من قبل از شروع برنامه به نظر شما برسانم که زنگ به اصطلاح بیداری است برای همه. هفته قبل بیماری آمده بود به مطب من برای کانسالتیشن یا به اصطلاح
نظرخواهی در مورد عمل جراحی پلکیش، پلک بالا. خب مریض جدید بود و معمولا وقتی مریض جدیدی وارد مطب می شود ما حتما بایستی همه تست های روتین رو انجام بدهیم و در پرونده مریض بگنجانیم تا مطمئن باشیم که کاری که داریم انجام می دهیم بر اصول درستی استوار هستش. بیمار اصرار داشت که چون هفته قبل چشم پزشک دیگری بوده و معاینه شده تهی چشمش خوب بوده اشکالی نداشته لازم نیست دایلیت می شود و معاینه کامل بشه. از ایشون اصرار و من اکراه که نه بایستی حتما شما دایلیت بشوید و معاینه بشوید چون مریض نیو هستید و من از تهی چشم شما خبر ندارم. خلاصه مریض راضی شد، مریض رو من دایلیت کردم، بررسی کردیم و دیدیم مریض یک گلاکومای پیشرفته داره و هیچ وقت توجه نشده به این گلاکومای پیشرفته بیمار. به بیمار عرض کردم خب اگر من شما رو دایلیت نمی کردم و معاینه نمی کردم و به این نکته پی نمی بردم، خب بعد از عمل پلک شما می گفتید که خب من که اینو نداشتم، من جای دیگه معاینه شده بودم، سالم بودم و این بعد از این حادثه اتفاق افتاده. اون وقت من هرچی به شما می گفتم که نه هیچ ارتباطی بین گلاکوما و عمل پلک نیست، شما مطمئنن باور نمی کرد و حق داشتید. پس بنابراین ببینید مسئله این نیست که شما اونجا جای دیگری معاینه شدید، من خودم باید شما رو معاینه کنم تا مطمئن بشم که همه چیز درست است. من نمیگم من بهترین چشم پزشک هستم، اما تا اونجایی که تجربه 30 ساله نشون داده است چیزی از زیر دست من هنوز به اصطلاح گم نشده است، یعنی هیچ تشخیصی از زیر دست من رد نشده. بنابراین این خیلی مسئله مهمی است و میخواستم که به عنوان یک نمونه ذکر کنم. مریض بسیار خوشحال شد بعد که واقعا خیلی بررسی کردیم دیدیم بعد سابقه گلاکوم در خانواده ایشون هم بوده است. برای مریض تحت درمان گلاکوما قرار گرفت و مالا جراحی پلکش هم به تعویض افتاد. مریض دومی که دیروز به من مراجعه کرد، دیروز یکی از فامیلای من زنگ زد که دوستش صبح پا شده و ناگهان متوجه شده که دیده کاملا دیده چشم چپش از بین رفته، هیچی دید نداره. گفتم این یک امرجنسی است و حتما بایستی یا به امرجنسی مراجعه کنه یا بیاد مطب من ببینه. وقت کوتاه بود ولی برای خودش رسون به مطب. ایشون مرد 60-62 ساله است که به قول خودش 40 سال در امریکا زندگی میکنه، نه گرین کارت داره، نه سیتیزن شده، نه بیمه داره. وقتی ایشون رو معاینه کردن در تای چشم ایشون یک دیابتیک رتیناپاتی بسیار پیشرفته که بهش میگیم پرولیفراتیو دیابتیک رتیناپاتی، یعنی مرحله بعدی بعد از پرولیفراتیو بلایندنس، نابینایی است. یعنی یک چنین بیماری میتواند ظرف یکی دو سال آینده کاملا نابینا بشه. در چشم چپش خونریزی همونطور که پیش بینی کرده بودم، خونریزی ویتری شدیدی کرده بود و هیچ چی نمیدید، نه من داخل چشم ایشون رو میتونستم ببینم نه ایشون میتونست بیرون رو ببینم. میخواهم بگویم بعد از ایشون سوال کردم که خب شما برای دیابت چی مصرف میکنید؟ ایشون اظهار میدارد که تا چندی پیش من انسولین مصرف میکردم ولی بعدا اوزمپیک، این آمپولی که جدیدن رایج شده همه میزنن، اوزمپیک گرفتم و دارم اوزمپیک استفاده میکنم و قند خونم کنترل. گفتم خب اشتباه دارید میکنید، برای اینکه اوزمپیک نمیتونه واقعا قند خون رو کنترل کنه، شما بایستی انسولینتون رو ادامه میدادید و اون تستایی هم که شما تو خونه میکنید ارزشی نداره، ارزش اینه که من الان میبینم که شما در حال نابینا شدن هستی، خونریزی کرده چشم چپتون و اگر این خونریزی واقعا غلظتی زیاد بشه میتونه رترنال دیتچمنت، پارگی شبکه ایجاد بکنه و نابینایی. بنابراین بایستی انسولینتون رو شروع کنید، متخصص شبکه شما رو ببینه، ببینیم چی کار میتونیم براتون بکنیم. مونده بودم که واقعا دلم برای آدم بسوزه یا عصبانی باشه، آدمی که 40 سال توی مملکته و فقط هم راننده اوبره، حالا که دیگه چشم نداره که رانندگی بکنه.
نمیدونه، چون اون یکی چشمش دیده مثلا 20-80 اون داره که نمیشه با شاهده این چشم رو که هیچ دید نداره و شغلش هم رانندگی اوبر. خب واقعا آدم یه همچین کیسی که میبینه از یک طرف واقعا خیلی ناراحت میشه، دلش میسوزه، چطور میشه مثلا از نون خوردن این آدم خواهد افتاد؟ از طرف دیگه آدم 40 سال توی مملکت هست، حداقل کاری نکرده یه اینشورنس ساده داشته باشه، یا حداقل این دانش رو از کشور غرب بیاموزه که آقا بنده اگر دیابت دارم باید مواظب باشم، سیگارم نکشم. خب چه باید کرد؟ باید عصبانی شد؟ باید دلسوزی کرد؟ باید چی کار کرد؟ هیچ. یعنی واقعا آدم حیران میماند که بعضی وقتها ما انسان ها چه بلاهایی به سر خودمون میاریم. شما 40 سال در کشور امریکا زندگی کنید، حتی اقل یک بیسیکی رو یاد نگیرید که آقا جون اگر کسی دیابت داره حتی اقل باید مواظب باشه، رعایت یک مسائل رو بکنه، اینسولینش رو قطع نکنه. حالا اوزمپیک تو چجوری به دست میاری؟ اوزمپیک آمپول گرونیه، دوستم میگیره به من میگه، تحت نظر پزشکم نمیزنه، همینجور اوزمپیک میزنه. یعنی واقعا گاهی اوقات میخواهم دو دستی بزنم تو سرم، بنشینم وسط آفیس و جیغ بزنم، داد بزنم، گریه کنم از دست بعضی از بیمار. یعنی واقعا نمیدونم واقعا مردم ما کی خواهند آگاه شوند و واقعا حداقل، چون میدونی چرا؟ برای اینکه به هر حال این آدم هنوز آدم فعالی است، آدمی است که 60-61 سالشه، میتونه 20-30 سال دیگه کار بکنه، ولی از فردا دیگه نمیتونه کار بکنه. شغلش هم رانندگی شوخی نیست که. به هر حال خواهشم اینه که اگر دیابت دارید دیابتتون رو خیلی جدی بگیرید، حتما تحت مراقبت پزشک باشید. اگر از نان شبتون هم میزنید یه اینشورنس حداقل HMO یه چیزی داشته باشید. اگر هم درآمدی ندارید مدیکال خوشبختانه هست، بهتون میدم، برید دنبال مدیکال بگیرید، همت میخواد. این آدم حداقل همت هم نکرده بره مدیکال بگیره. بنابراین این مسائل رو واقعا مورد توجه قرار بدهید و وقتی میاد مطب واقعا کلی بار و اندوه روی دوش ما نگذارید. خب اجازه فرمایید که با یکی از دوستان صحبت بکنیم. یکی رضاپور هستم از شرکت‌های جمع چشم پزشکی، بفرمایید. الو الو، صدای منو میشنوی؟ الو بفهمید. سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. خیلی ممنون از این که وقت میذارید برای ما ایرانی ها تا بودتون در رابطه با بیماری هامون، حتی خارج از چشم پزشکی هم کمک میکنید بعد موقع میبینید. خیلی ممنون از این همتتون. آقای دکتر من گلوکوما دارم، البته قند دارم، چند 20 سال بیشتر دارم ولی کنترل شدن، ایوانسیم زیر 6.2 هست. بعد من گلوکومام این دفعه که رفتم دکتر بالا بود، بین 19 و 18 بود فشار چشمم، دکتر به هم رستاتیس داد و تیمولول، همون تیمولول هم صبح اصل میریزم. رستاتیس وقتی نسخه ریفیلش از داروخانه گرفتم از تو یخچال در بود به هم داد، میخواستم ببینم ای آیا قطعه باید تو یخچال باشه؟ ببینید یک نکته اساسی و کلی اینه که تمام قطره های چشمی اگر در یخچال باشن و سرد باشن اثرشون 20% بیشتر از وقتی است که بیرون باشن. بنابراین اجباری نیست که توی یخچال نگه دارید، اما اگر توی یخچال باشه اثرش خیلی بیشتره و مؤثرتره. به همین دلیل بعضی از این داروها رو ما دلمون میخواد که مریضا توی
یخچال نگه دارن و به اصطلاح اون اثر 20% اضافه رو هم دریافت بکنه. بنابراین اگر تو یخچال نگه دارید بهتره، ولی این به معنی این نیست که اگر خواستید برید مسافرت یخدون همراهتون هم به هم کنید. نه، میتونید رفتید مسافرت، هتل رفتید، جایی رفتید، دمرته بذارید تو یخچال. اینه که فقط سرد بودنش برای مؤثر بودنش خیلی خوبه. این یک نکته. نکته دوم هم گفتی تیمولول مصرف میکنی. میدونید که تیمولول در نور روز اثر میکنه، اینو بارها گفتم. اونایی که تیمولول مصرف میکنن قبل، بعد از طلوع آفتاب و قبل از غروب آفتاب استفاده کنن. تیمولول بعد از غروب آفتاب اثر نداره، بنابراین ریختنشش نتیجه ای نداره. یادتون باشه صبح قبل از بعد از طلوع آفتاب و عصر قبل از غروب آفتاب، تیمولول رو فقط دارم میگم ها، این تنها دارویه که فقط با نور گیرنده هاش با نور آفتاب کار میکنه. بنابراین نور آفتاب باید در روی کره زمین باشه تا این دارو بتونه خوب عمل بکنه. در حال آقای دکتر، من وقتی این دو تا قطره میریزم میگه خود میسوزه چشمم، این طبیعی هست؟ کاملا طبیعی است، به خصوص وقتی یک کمی چشمتون خشک باشه قطره که میریزید خوب سوزش بیشتری حس میکنید. بنابراین اونو نگران نباشید. اگر واقعا خیلی سوزش میکنه، اول یه قطره سیستم یا ریتین، یه قطره مویسترایزینگ چشم بریزید، 5 دقیقه بعد قطره گلاکوماتون رو بریزید که سوزش نکنه و اثرش هم بیشتر باشه. بعد آقای دکتر یه قطره هست که به اسم CEQUA. بله، سکوا یک به اصطلاح قطره ایست مثل رستیسیس میمونه، منتها قوی تر از رستیسیس هست و این دارو در حقیقت میره رو قده اشکی اثر میگذاره و اشک خوب تولید میکنه. البته حداقل باید 2-3 هفته استفاده بکنید تا اثرشو ببینید، ولی به هر حال داروی بسیار خوبی هست سکوا. اگر دارید حتما استفاده بکنید روز دو بار. من میتونم از این قطعه به عنوان اشک مسئول بله میتونید اول اینو بریزید بعد قطعه گلاکوت رو بریزید. پس میتونم روز دو بار از این قطعه استفاده کنم؟ بعد درستم بله میتونید استفاده کنم. یعنی اگر کسی هم چشمش فقط خشکی داشته باشه، جوون باشه، هم از این به عنوان قطعه اشک مسئولی میتونن استفاده کنن؟ بله از سکوا میتونن استفاده بکنن. یک دنیا ممنون، خیلی ممنون آقای دکتر. قربون زبونتون، اگر هر موقع وقت میکنید بیشتر راجع به گلوکوما توضیح بدید تا ما بتونیم همه نکات رو رعایت کنیم. دستتونم درد نکنه. خیلی ممنون. من توضیح بیشتر خواهم. خب اجازه فرمید که با دوست عزیز دیگری من صحبت بکنم. دکتر رضا پور هستم، بفرمید. از درود فراوان بر شما جناب دکتر عزیز. انشالله که برقرار باشید و سلامت. از برنامه خوبتون بی نهایت تشکر. دکتر جان، سوال من از شما اینه که، سوال اولم اینه که وقتی با عینک دوبینی داشته باشیم این علتش چیه؟ آیا این مسئله مهمیه یا نه؟ دوم این که سوال دومم به چشم پزشکی مربوط نمیشه، ولی از اونجایی که شما انقدر مهربون و بزرگوار هستین که من اجازه میدین بپرسم، این کرمپای دم صبح که چنان بدجور میگیره علتش چیه و درمانش چیه؟ ممنون میشم پاسخ بفرمایید. کرمپ کجا؟ کرمپ شکمی یا کرمپ عضلانی؟ نه، این بیشتر زیر زانو میگیره. کرمپای عضلانی زانو. ببینید، نکته اول این که اگر شما دوبینی با عینک داشته باشید و عینک رو بردارید و دوبینی نداشته باشید، خب اشکال در عینکتونه، یعنی ساخت این عینک اشکال داره یا نمره آستیگماتیزم این عینک بالاست. بنابراین اگر شما با عینکتون دوبینی دارید باید عینک اصلاح بشه، ولی اگر نه عینکتون هم بر میدارید و با چشمتون هم دوبینی دارید، اون مسئلهش کاملا جداست. میتواند کدرک باشه، میتواند اشکالات دیابت باشه، میتواند فلج عضلات چشمی باشه، خیلی چیزا میتونه باشه، جنات تومور مغزی باشه. ولی اگر نه، بدون عینک شما دوبینی ندارید، با عینک دوبینی دارید، خب اشکال در ساخت عینکتون، عینک رو باید درست. اما در مورد کرامپ های عضلانی که به خصوص
گاهی اوقات شما دراز میکشید توی تختتون، یک ناگهان اون عضله زیر زانوتون یا پایین تر میگیره و گاهی اوقات دردناکم هست. اینا اغلبشون به خاطر تغییرات به اصطلاح بلنس به اصطلاح آب و الکترولیت در بدن ماست. الکترولیت ها وقتی در بدن ما بلنسشون به هم میخوره، کرمپ های عجیب ایجاد میشه. به همین دلیل توصیه میشود کسانی که در این کرمپ ها رو دارن حداقل روزی یک قرص مگنیزیوم مصرف بکنن و این قرص به اصطلاح مگنیزیوم به شکل هم قرص میاد هم به شکل لوزنج هستش که میتونید بگید لوزنجش قوی تره قرصش ضعیف تره. اینو میتونید بگیر روزی یه دونه مصرف بکنید، بعد از یک هفته کاملا این کرمپ ها برطرف میشه. البته خوب ادامه بدید حداقل روزی یه دونه رو همیشه مصرف بکنید که این کرمپ ها ایجاد نشه. یک دومی که چیزایی مصرف بکنید که پتاسیم زیاد داره، مثل کشمش، مثل گردو، مثل موز، اینها چون پتاسیمشون زیاد هست اینا کمک میکنه که کرمپا کمتر بشه. ولی هیچ چیز مثل قرص مگنیزیوم نیست که کمک میکنه کرمپا از بین بره. برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. اجازه فرمایید که من مطلب امروزم رو به اطلاعتون برسونم و بعد برویم سراغ دوستان دیگری که سوالاتشون مطرح میکنم. باز این هم یک مورد خیلی مهم که من میخوام باز یادآوری کنم که واقعا همیشه به علائم کوچیک اول توجه کنید، نگذارید این علائم بزرگ بشن و واقعا به بیماری های غیر قابل بازگشت تبدیل بشن. موضوعی رو که الان دارم براتون توضیح میدهم در همین راستا هستش. اما اجازه فرمایید قبل از اون کسی که دوستی خیلی معطل شدن بهشون جواب بدم. بعد دکتر رضاپور هستم، بفرمایید. سلام و عرض ادب جناب آقای دکتر، خیلی متشکرم که به من وقت دادید. خواهش میکنم، دور باشید. گلوکوما دارم تقریبا 8-9 ساله. یه چشمم عمل کردم، چشم چپم و چشم راستم بدون عمل هستش، البته آب مرواریدم داره چشم راستم. الان میخواستم از حضورتون خواهش کنم که اگر من اومدم خدمت شما، آیا با لیزر بدون بیهوشی میتونم اون گلوکوما رو عمل کنم یا نه؟ ببینید، سوال بسیار خوبی هستش. این روزا خوشبختانه ما کامبینیشن عمل کاتاراکت و گلاکوما رو انجام میدیم و با لیزر این عمل انجام میشه. این نکته رو خوب بود که شما یادآوری کردید. یادآوری کنم که در مرکز ما، گفتم از هفته قبل، ما تصمیم گرفتیم که تمام اعمال جراحی کاتاراکت رو با لیزر انجام بدیم و بدون لیزر عمل انجام ندهیم. چون تا الان من کیسای خیلی مشکل، کیسای کامپلیکیتد، کیسایی که خطر عوارض داشت رو توصیه میکردم که با لیزر انجام بدهیم، ولی بعد چون متوجه شدم که وقتی ما با لیزر عمل انجام میدهیم انقدر این عمل سیف است و عوارض کم است و نتیجه خوب است که واقعا تصمیم گرفتم که تمام عملای جراحیمو با لیزر انجام بدم. وقتی ما کاتاراکتتون داریم انجام میدیم، همون موقع هم براتون استنت میگذاریم که میتواند گلاکوما رو برای همیشه درمان کنه. استنت در حقیقت دو وسیله مایکروسکوپی هست، اینا رو در انگل قرار میدهیم و باعث میشه که مایع در داخل چشم به خارج چشم منتقل بشه و اونجا جمع نشه، اکومولیت نشه و فشار چشم بالا نره و به این ترتیب وسیله خوبی هستش برای درمان گلاکوما. پس کسانی که کاتاراکت و گلاکوما دارن، این شیوه درمانی یکی از بهترین شیوه های درمانی برای هر دو مشکلشون هست. بله، شما میتوانید از این مسئله استفاده بکنید. اما یه نکته رو شما اشاره کرد، بدون بیهوشی. ما اصلا بیهوشی در عمل جراحی کاتاراکت و گلاکوما نداریم. این سدیشن هستش. یعنی چی؟ یعنی اینکه دکتر بیهوشی شما رو کمی خواب میکنه. ببینید، من یه توضیح بدم. لغت بیهوشی که به کار میرود یعنی که مریض کاملا مریض کاملا از این جهان خارجه.
هیچی این متوجه نمیشه و برای انجام این کار باید تیوب گذاشته بشه، یعنی حتما یه تیوب میذارن توی راه تنفسی بیمار، وصلش میکنن به ماشین بیهوشی تا عمل تموم بشه، بعد تیوب رو بر میدارن و مریض رو به هوش میارن. اینو بهش میگن بیهوشی. مریض کاملا به اصطلاح out of any sense هستش، دیگه هیچ احساس نه. اما در عمل کدرک یا گلاکوما احتیاجی به این کار نیست. خب طبعا یک بیهوشی عمومی میتواند عوارضی داشته باشه که خب در جای خودش میشه روش بحث کرد، اما وقتی لازم نیست که ما بیهوشی نمیدیم. ما برای عمل کدرک و گلاکوما فقط سدیشن میدیم. سدیشن چیست؟ اینه که دکتر بیهوشی شما نه تیوبی میذاره نه چیزی، از راه سرومی که به شما وصله ماده توی سروم شما توی رگ شما تزریق میکنه که شما کمی خواب برید و مهمتر از همه درد رو حس نکنید. ولی خواب خواب هم نیستی، یعنی بیداری، به جوری که من بگم بالا نگاه کنید میکنید، پایین نگاه کنید میکنید، یعنی فرمان من رو به راحتی متوجه میشید، صحبت من رو بسیار خوب متوجه میشید، ولی درد ندارید. اینو بهش میگن سدیشن. سدیشن بهترین کاریست، بهترین نوع به اصطلاح انستیزی ها و بیهسی هستش که میشود برای عمل جراحی کدرک و گلاکوما به کار. در موارد استثنایی مثلا اگر بچه‌ای کدرک داشته باشه، خب طبعا بچه تحمل نمی کنه هیچی، حتی گذاشتن یک پارچه رو روی صورتش تحمل نمی کنه، بچه رو ممکنه بیهوشی بده. یا فرض کنید که یک آدمی که آلزایمر داره و اصلا عادت هست و هیچ حالیش نیست، ممکنه مجبور بشیم با بیهوش عملشون کنیم. ولی 99.9% موارد احتیاجی به عمل بیهوشی برای عمل جراحی کدرک و گلاکوما نیستش. در حال امیدوارم که توضیح به من کمکتون کرده باشه. اما در مورد این مسئله که میخوام بگم، یه خانم 74 ساله به مطب مراجعه میکنه، البته توسط دخترش شون آورده شده به مطب، که میگوید ظرف چند هفته گذشته دیده یک چشمش کاملا از بین رفته و البته کم کم شروع شده و بعد کاملا از بین رفته. ایشون اظهار میداره که از یکی دو ماه قبل گاهی اوقات ناگهان این چشم من تار تار میشد، ولی بعد از یکی دو ساعت خوب میشد، ولی من هرگز به چشم پزشک مراجعه نکردم. اینجا نکته است که من میگم اگر یک چنین حادثه‌ای برای شما پیش اومد، بلافاصله به چشم پزشک مراجعه کنید، چون این اسم این هست اماروسیس فوجکس. اماروسیس فوجکس یعنی این که دید چشم شما برای لحظاتی کاملا تار میشه و بعد خوب میشه. این یک رد فلگ هست، این یک پرچم قرمزی که میگوید در آینده نزدیک شما نابینا میشه. بنابراین بایستی متوجه بشویم و حتما مراجعه کنیم. حالا اگر فرصتی بود من در مورد این بیمارم توضیح میدم که ایشون به اصطلاح جاینت سل آرترایتیس داشت، متاسفانه یک چشمش کاملا از دست داد، ولی ما توانستیم چشم دیگر رو به اصطلاح نجات دهیم و برای همیشه اون چشمش رو حفظ بکنیم. برای که اگر این درمان نمیشد، مطمئنا چشم دوم هم به زودی در ظرف یک ماه دیگر کاملا نابینا میشد. حالا توضیحات بیشتر در مورد این مریض خواهم داد. اجازه بفرمایید که با دوست دیگری صحبت بکنیم و بعد من توضیحاتم رو بدم. دکتر رضاپور هستم از شرکت جان چشم پزشکی، بفرمایید. الو. سلام دکتر. جانم بفرمایید. آقای دکتر، من یه مدت یک سال پیش با شما صحبت کردم. دو سال پیش تقریبا چش چپ من شروع کرد به خونریزی کردن داخل و بعد این مرتب تکرار می شد. بعد شما فرمودیم که این عمل ویترکتومی رو انجام بدم. من از دانمارک زنگ می زنم. حدود 6 هفته پیش این عمل انجام شد روی چشم چپ من و اون به اصطلاح زجاجیه خارج شد و دیگه حالا قطره می ریختم و اینا، ولی الان دیدم واقعا خیلی تاره، یعنی نسبت به اون دیدی که قبل از عمل داشتم که 60-70% بود، حدود 20% الان دید دارم، یعنی همه جا مهالود و گرفته است. باید توضیح بدم که من میوپی های شدید داشتم، یعنی نزدیک بینی مادرزادی
و لنز منفی 20 استفاده میکردم. 20 سال پیش هم عمل کاتاراک انجام دادم توی دانمارک. ولی الان سوالم اینه که آیا اون لنزی که الان داخل چشم من هست مشکلی ایجاد کرده یا اینکه درجهش نمیخوره به این حالتی که چشم من پیدا کرده، یا اصلا اون تأثیری نداره؟ ببینید، اولا چند وقت شما ویترکتو میشد؟ یک ماه و نیم پیش، 6 هفته. براتون گس زدن بعد از ویترکتومی یا نه؟ بله، گس زدن بعد از یه هفته اون جذب شد، از بین رفت و همون دید رو پیدا کردم که الان دارم. یعنی خیلی بهتر نشد اول. آره، یعنی همون هفته مالاً ممکنه، حالا من که شما رو ندیدم و OCTتون رو ندیدم، ممکنه شما بعد از ویترکتومی ورم مکلا پیدا کرده باشی، بهش میگیم CME. از دکترتون بپرسید، بگید من CME ندارم. اگر CME پیدا کنید، یعنی سیستوید مکلار ادما، CME داشته باشید، خب تا مدت ها چشمتون تاره، ولی معمولا این CME بعد از 2-3 ماه 3-4 ماه جذب میشه و دید برمیگرده. این یک نکته است که باعث حتما بعد از ویترکتومی در نظر داشت. نکته دوم اینه که مطمئنم که خب حالا شبکتون دیگه سر جاش، مشکلی نداره. نکته دوم اینه که بعد از ویترکتومی، بله، گاهی اوقات اون به اصطلاح سایز کره چشم مقدار تغییر میکنه و بنابراین ممکنه که شما لازم باشه، البته دیگه اون لنزی که 20 سال پیش گذاشته که نمیشه عوض کرد، اونو نباید دستش زد، ولی میتونن ممکن احتمالاً شاید با عینک بتوانن اون کمبود عیب انکسار شما رو برطرف بکنن. این هم یک نکته دیگری است که بایستی بررسی بشه و اگر واقعا عیب انکساری اضافه شده، رفرکتیو به اصطلاح اروی ایجاد شده، استیگماتیزم ایجاد شده، اونو برطرف کنن و شاید با عینک بشه این رو به اصطلاح اصلاح کرد. ولی من توصیه اینه که شما حداقل 3 ماه بعد از عمل ویترکتومی صبر کنید. اگر چنانچه این مشکلاتی که عرض کردم بود، به خصوص CME بود، برطرف بشه که برم وقتی برطرف میشه دید بهتر میشه. ولی حتما سوال کنید از دکترتون، بگید من CME نکردم و بعدم که خب یک اپتومتریست شما رو ببینه، ریفرکتیو ارورتون رو بررسی کنه و اگر عینک لازمه بهتون بده. ولی به هر حال ویترکتومی عمل جراحی بزرگی است، عمل کوچکی نیست و کار درستی کردید، برای اینکه به هر حال اون خونریزی میتوانست صدمات خیلی خیلی بسیار بسیار برگشت ناپذیری به چشم وارد کنه. خب عزیز فرمید که با دوست عزیز دیگرش صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم از شگفتی های جهان چشم پزشکی، بفرمید. از سلام آقای دکتر. سلام عزیزم. آقای دکتر، من یه بارم مزاحمتون شدم. من چشمام حدود 6 ماه پیش عمل کاتاراک انجام دادم، بعد یه دونه از چشمام یه مشکلی داشت که دیدم خیلی سخت بود و اینا، به دکتر متخصص شبکه مراجعه کردم و گفتن یه بیماری به نام اپیرتینال ممبری. بله، میخواستم در این مورد یه تقاضا کنم، شما یه توضیح بدید ببینم. بله، باید حتما عمل بشه، این چه بیماریه؟ بله، بسیار عالی، سوال بسیار بسیار معقولی است. ببینید، یکی از کارهایی که قبل از عمل جراحی واقعا لازمه و ضروری است اینه که چشم پزشک خیلی وقت بگذاره و خیلی دقیق مریضش رو معاینه کنه. به نظر من چشم پزشکی موفقه، چشم پزشکی معروف میشه و چشم پزشکی مشهور میشه و نتیجه کارش خوبه که وقت بیشتر قبل از عمل جراحی کاتاراک با مریضش بگذاره. مریضه گاهی اوقات 2 ساعت تو مطر من معطل میشه و گاهی بعضی هاشون خوب عصبانی میشن، ولی باید بدانم که این وقت گذاشتن قبل از عمل جراحی کاتاراک یعنی برای یک عمر آسودگی برای بیمار و برای چشم داشت. اپیرتینال ممبرین چیزی نیست که بعد از عمل ایجاد شده باشه. مطمئن باشید که شما اپیرتینال ممبرین رو قبل از عمل داشتید، منتها ممکنه خیلی کم بوده، با عمل جراحی تشدید شده. اپیرتینال ممبرین چی هست؟ اپیرتینال ممبرین در حقیقت
یک لایه، یک ممبرین به اصطلاح فایبروواسکولر، فایبروتیک البته بیشتر واسکولر نیست، فایبروسیس هستش که این در روی مکولا رشد میکنه و باعث تاریه دید میشود و باعث چین خوردگی شبکیه میشود و به همین دلیل شما ممکنه یک کمی هم کج و معوج ببینید یا مثلا حروف رو یه مقداری به قول معروف متعادل ندید. خب این مسئله رو ما اگر قبل از عمل جراحی کاتاراکت ببینیم به مریض توضیح میدیم، حتی اول توضیح میدیم که ببینید شما ERM دارید، اپیرترال ممبرین دارید، بهش میگیم اپیرترال ممبرین ERM، شما ERM دارید و این ERM اگر من عمل کاتاراکتتون بکنم دو تا حادثه ممکن اتفاق بیفته، یکی این که ورم بکنه زیر این ERM و دید شما خیلی خوب نباشه، مثلا مثل اون چشم نباشه یا مثل چشم دوستت که من عمل کردم نباشه، و دوم این که میتونه زخیمتر بشه و دید شما رو خیلی بیاندازه. بنابراین این نکته مهمه که قبل از عمل، و یا اگر خیلی ERM خیلی فیک هستش قبل از عمل، خب میفرستیم اول متخصص شبکیه ERM رو برداره، بهش میگه ممبرین پیلینگ، پیلش میکنن، مثل پوست کندن پیلش میکنن، برش میدارن، بعد ما عمل جراحی کاتاراکت رو انجام میدیم. در این صورت خب خطر کمتر. گاهی اوقات نه، خیلی زخیم نیست و متخصص شبکه به من میگه که نه، شما میتوانید کاتاراکت رو عمل بکنید، اگر زمانی زخامت ERM زیاد شد من عمل کنم. پس شما این قبل از عمل داشتید، متاسفانه بعد از عمل حالا نمیدونم ورم کرده زیرش، CME شده، سیستوید مکلار ادیما، ورم پیدا کردید، یا اینکه زخیم شد. در هر دو حالت دید خراب میشه. حالا اگر CME باشه خوشبختانه بعد از 2-3 ماهی با درمان برطرف میشود، ولی اگر خود اپیرترال ممبرین زخیم شده باشد اونو دیگه باید برن ممبرین پیلینگ کنن، یکی عمل جراحی جدیده که اگر دید شما زیر 20 روی 60 باشه حتما بایستی این ممبرین پیلینگ انجام بشه، ولی اگر دیدتون هولوش 24D هستش فعلا صبر کنید. این دیگه بستگی داره به مقدار دیدتون و تصمیم جراح شبکیتون که بره و اینو پیل بکنه یا نکنه. اگر سی امی دارید اول سی امی رو درمان کنن اون ورم، بعد پیل کنن. اگر سی امی ندارید تصمیم میگیرن پیل بشه یا نشه. خیلی خوب، اجازه بفرمایید که با دوست عزیز دیگری صحبت بکنید. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. آقای دکتر یه سوال دیگه هم داشتم، میتونم بپرسم؟ بپرسید. از این دکتری که من دید اینجا، من تو ون کانادا رفتم دکتر تورنتو، گفت 80% خوب میشه بعد 15% ممکنه برگرده و یعنی بدتر هم بشه. ERMتون رو گفت؟ بله. بعد از عمل ببینید، ما همیشه قبل از عمل جراحی اصلا قول به مریض نمیگیم، میگوییم که ممکنه خوب بشه، ممکنه یک کمی بهتر بشه، ممکنه اصلا خوب نشه، ممکنه بدتر بشه. ولی اگر شما ERM دارید و دکترتون گفت عمل لازم داره، بروید عمل کنید، کاری نداشته باشید، چون به هر حال بدتر خواهد شد در آینده. اینو مطمئنی که در آینده بدتر میشه. میدونی چی میگم؟ بنابراین چون بدتر میشه، خب شما وقتی عمل بکنید اگر خوب شد یا یک کمی بهتر شد شما برنده اید، اگر تغییر نکرد خب مسئله ای نیست، حداقل در آینده بدتر نمیشه، اگر بدتر شد به هر حال در آینده هم بدتر میشه. بنابراین برد با شماست که بروید به عمل. یکی چشم مبتلا نمیشه آقای دکتر دیگه، فقط هم یک چشم هست دیگه، الان مشکلم اینه. ERM دو طرف هم خیلی دیدم، ولی اگر تو اون چشمتون الان نیست ممکنه هیچ وقت اتفاق نیفته. بله خیلی ممنونم از راهنماییتون. با تو صحبت کردم، اجازه فرمایید دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. از الو دکتر ادامه بدین. بله خواهش میکنم. بله این مسئله ERM مسئله مهمی است دوستان عزیز، یادتون باشه واقعا ERM خیلی میتواند ایدون خوشبختانه با عمل جراحی اینو معمولا خیلی خوب جواب میدن. وقتی که خوب جواب میدن با ERM خیلی بله.
وقتی به اصطلاح ERM خیلی خوب جواب میده عملش، خب چرا عمل نکنیم؟ بهتره که عمل در توصیه من این هستش که اگر کسی ERM داره، اپیریترال ممبرین داره و اونقدر زخیم هست که دیدش رو خیلی هم داره و ایندیکیشن جراحی داره و لازمه که جراحی بشه، جراحی بشه. جراح شما به شما خواهد گفت که من عملتون میکنم، ممکنه خوب بشید، ممکنه خیلی خوب بشید، ممکنه خوب بشید، ممکنه یه ذره خوب بشید، ممکنه هیچ تغییر نکنه، ممکنه بدتر بشه. تو به این گوش نکنید، برید و عملتون رو انجام بدید، مطمئنا نتیجه میگیرید. خب بله، اجازه فرمایید که با دوست از دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. آقای دکتر بفرمایید. من از آنجا میزنم خدمتون، عرضم برای اینه که حدود 8 سال پیش در اثر این که همکاران شما به من گفتن، در اثر سکته یک خراشی روی شبکه چشم راستم ایجاد شد که 90% بینایی منو گرفت. از اون روز تا حالا ماه یه دفعه برای چشم چپم که اینطور نشه اوستین میزنم. آیا فقط اوستین تا وجوده که برای چشم چپم میزنم که گاهن یه مقداری تار میبینم، ولی وقتی این آمپولو میزنم برای مدت یه ماه خوبه، باز سر یک ماه باید برم این آمپولو بزنم، آیا راه دیگه هستش یا نه؟ تشکر میکنم. من از تهران زنگ زدم. از تیوی تماشا بفرمایید تا من توضیح بدم. شما مکرو دیجنریشن دارید، مسئله خراش یا چیزی روی شبکه نیست. مکرو دیجنریشن یک بیماری ژنتیک هست، یک بیماری ارثی هست، یک بیماری است که واقعا متاسفانه الان بسیار شایع. حتما باید این اوستین رو دائم تزریق بکنید، چون اگر واقعا تزریق نکنید کاملا دیدتون رو، دید مرکزیتون رو البته از دست میدهید. دید پریفری خوشبختانه، دید کناری در این بیماری همیشه هستش و خوشبختانه مریضی که مکرو دیجنریشن داره چه اونقدر نابینا نمیشه که دستشو بگیره. مثل گلاکوما نیست، گلاکوما اگر واقعا درمان نشود به روزی میرسه که تاریک تاریک میشود چشم، ولی مکرو دیجنریشن هیچ وقت اینطوری نیست. مکرو دیجنریشن دید مرکزی ممکن از بین بره، خون در نوشتن ممکنه از دست فرد مثل خارج بشه، داد دیگر نتواند بخوند و بخواند و بنویسد. اما دید پریفری هست، دید کناری همیشه هست، مریض میتونه راحت حرکت بکنه، غذاشو بخوره، غذاشو بپزه، حمامشو بکنه، بیرون بره، راه بره، ممکنه نتونه درایو بکنه مثلا. بنابراین شما توصیه اینه که این چشم راستتون به خاطر اینکه بی‌توجهی شده، به موقع تزریق نشده از بین رفته، ولی چشم چپتون رو توجه کنید، هر ماه مرتب بروید ایوستین رو تزریق بکنید. داروهای دیگری هم شبیه ایوستین الان تو مارکت هست، ولی همه اینها کارشون یکه، اینا انتای وجف هستن، جلوی ایجاد عروق در زیر شبکه رو میگیرن که خونریزی نشود و نابینا نشوید. پس ایوستینتون رو ادامه بدهید، حالا تا روزی که ببینیم اگر استم سل که دارن روش کار میکنن الان محققین و دانشمندان، اگر روزی استم سل اومد، استم سل خوبه، اون تزریق میشه در داخل چشم، جای سلولای مرده رو میگیره و شما دیدتون کاملا برمیگرده، ولی اون هنوز در مارکت نیومده و امید ما این هستش که در آینده ای بیاد. اجازه بفرمایید که دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. که رضا پور هستم، بفرمایید. الو الو جان. الو آقای دکتر، شما خود بله. الو بله بفرمین عزیز. آقای دکتر کاترک، اگر به معنی خدا اینو کرده کور کنه بعدا عمل میشه؟ نمیشنوم یعنی... من نمیشنوم صدا بله. نمیاد بله. از تلویزیون توجه بفرمایید. ببینید در عمل جراحی کدرک، من حداقل چند سال 40 سال دارم جراحی کدرک میکنم، ندیدم کسی با عمل جراحی کدرک کور بشه. اگر کسی به خاطر عمل جراحی کدرک کور شده، کمبود اون معاینات قبل از عملش بوده.
قبل از عمل دکتر وقت کافی نذاشته معاینه کنه ببینه اون زیر چه خبره. شما آیا گلاکوما دارید؟ آیا مکولار دیژنریشن دارید؟ آیا آپتیک اتروپی دارید؟ آیا هزار بیماری دیگه ای دارید که بعد از عمل کاتاراک این بیماری شعله ور می شود و اون باعث کوری می شود؟ بنابراین اگر کسی بعد از عمل جراحی کاتاراک نابینا شد، باید ببینیم که چی بوده، از قبل چه اتفاقی بوده، چه بیماری بوده که توجه بهش داده نشده، تشخیص داده نشده و این باعث شده که شما دیدت رو از دست بدهی. بنابراین عزیز من بستگی داره. این سوال شما این نیست که من بتوانم اینجا جواب بدم. شما اگر کسی عمل کاتاراک شده، دیدش خراب شده، بایستی یک معاینه دقیق به عمل بیاید و ما ببینیم علت این نابینایی یا کمبینایی چی هست و بعد ببینیم چاره دارد یا نه، اون وقت چاره کنیم. این کار رو بعد از یک معاینه دقیق میشود جواب داد. بدون معاینه دقیق واقعا جواب دادن به این سوال زیاد ساده نیست. خیلی حالا برنیم سراغ اون خانم 74 ساله‌ای که دخترش آورد به مطب و گفت که از چند روز پیش دیده ایشون افتادن. ایشون قند تایپ 2 داره، فشار خون داشت، کلسترول داشت و یه زمانی هم بهش گفتن که گلاکوما هم داره. جراحی کیسه صفرا شده بوده در گذشته و فعلا هم یه وقت دارو برای قلبش میخوره، مثل کاربیدلول و مثلا اسپرین و متفورمین هم برای دیابتش. خانمیست که خب سیگار نمیکشه، داروی مثلا درایگی چیزی مصرف نمیکنه، فقط تو خانوادش هم سابقه دیابت و بیماری قلبی بود. وقتی من ایشون رو معاینه کردم در ته چشم ایشون یک ورم شدید عصب بینایی چشم راست دیده شد که خب در یک همچین بیماری ما فکر میکنیم که احتمال جاینت سل آرترایتیس هست. جاینت سل آرترایتیس چیه؟ یک نوع بیماری آتوایمیون هست که این شریان تمپورال رو گرفتار میکنه. اگر دستتون رو بذارید روی این شریان، نبض اینجا رو حس بکنید، اگر نبض اینجا از بین رفت، یعنی شما جاینت سل آرترایتیس ممکنه داشته باشید. در این صورت باعث مریض رو خیلی مهمه، البته خب یک ورکاپ کامل شد این مریض، امارای شد، امارای شد، آلتراساوند شد، تمام تستای خونی داده شد، چون فکر سیفلیس، فکر توبرکلوز، فکر سارکویدوز، فکر ما به اصطلاح بیماری های مختلف عفونی، لاین، بیماری های به اصطلاح ایسکمیک نوروپاتی، همه بود. همه تسا متاسفانه منفی بود. خیلی تشخیص این بیماری سخت. ولی با بایوپسی که از این تمپورال آرترایتیسش انجام شد، بلافاصله تشخیص جاینت سل آرترایتیس داده شد. مریض 5 روز در بیمارستان آی وی متیل پردنیزولون گرفت، 250 میلی گرم 4 بار در روز، 1 گرم در روز، خیلی زیاد. و بعد از اون با روزی 80 میلی گرم پردنیزولون بیمار مرخص شد. همونطور کش کردن چشم راست که دیگه دیدش از دست داده بود کاری نمیشد کرد، ولی چشم چپ رو خوشبختانه نجات دادیم قبل از اینکه تا یک ماه دیگه اون هم میتوانست کاملا نابینا شد. خب اجازه فرمایید با دوست عزیز دیگر صحبت بکنیم. دکتر رضا پور هستم، بفرمایید. الو، سلام. بفرمایید. بفرمایید. مرسی عزیز. بفرمایید. الو جان، سوالتون رو مطرح کنید عزیز. دکتر من 20 سال پیش آرکی کردم، 22 سال پیش دوبارم آرکی کردم. صدامو دارید؟ بله گوش میکنم، بگی. بله بله. بعد دوز رو سرشمت که الان من با عینکم خوب نمیرم، رفتم دکتر گفتم دید شما 13 و یک سال بعد بیاید معاینه کنیم، اگه مشکلی نداشت اول کادراکت انجام بدیم واسه اتون. خواسته ببینم من با چکار با عینکم دیدم اصلاح نمیشه، دیدم 13. خب من اگر جای شما، اولا که دکترتون بهتون گفته که این کاهش دید شما به خاطر کاتاراکتتونه یا به خاطر اشکال قرنیه است به دنبال آرکی. اگر این کاهش دید که من فکر میکنم به خاطر کاتاراکتتون هست، من همین امروز شما رو عمل میکنم. چرا یک سال دیگه عذاب بهتون بدم؟ شما که دیدتون با عینک اصلاح نشده. نه.
پس بنابراین من توصیه‌ام اینه که ظاهراً دکتر چشمتون بگید من میخوام همین امروز کاتاراکتم عمل بشه، دکتر بهتون میگه کاتاراکتت ممکنه کم باشه، بگید اشکالی نداره. دکتر رضاپور میگه حتی کسی کاتاراکت هم نداشته باشه چشمشو عمل میکنه، بنابراین چشم من رو عمل کنید. من البته چون شما آرکی داشتید مطمئنن یه مقدار ایریگولر استیگماتیزم یا استیگماتیزم نامنظم دارید یا یه مشکلاتی دارید. حالا یه لنزهایی اومده تو بازار برای کسانی مثل شما که آرکی شدید که در یک چشمتون کاتاراکت معمولی عمل میکنیم، لنز معمولی میگذاریم، در چشم دومتون این لنزی که به اصطلاح لنز مخصوصی هست، به اصطلاح ER8 اسمش هست، این لنز رو که میگذاریم تقریبا دید نزدیک خوب میشه و اون حالت استیگماتیزم نامنظم رو از بین میبره. البته این لنز در امریکا هست، حالا نمیدونم در ایران هم هست یا نه، ولی اگر این لنز در یک چشم فقط باید بگذارید، در یک چشمتون بگذارن چون یه مقدار دید پریفری رو محدود میکنه، ولی در چشم دیگه‌تون لنز معمولی بگذارن احتمالاً دیدتون خوب میشه. بنابراین توصیه میکنم برید عملتون بکنن. حالا حداقل اگر بدون عینک دیدتون کامل نشه اینه که بعد از عمل کاتاراکت دیدتون با عینک خوب خواهد. خب اجازه فرمایید که با دوست عزیز دیگر صحبت بکنم. دکتر رضاپور هستم، بفرمایید عزیزم، وقت زیادی هم ندارم. بفرمایید. الو. آها. خب امیر جان ما چقدر دیگه وقت داریم؟ خب پس وقت دیگر نداریم. متاسفانه وقت برنامه در اینجا به پایان رسید. من یادآوری کنم برای دوستانی که اگر بخواهم سوالاتشون رو مطرح کنن، از ساعت 2 تا 3 همین امروز ما برنامه پرسش و پاسخ از رادیو ایران 670 AM داریم. شماره تلفن اونجا هستش 323-512-72-64، 323-512-72-64 شماره تلفن رادیو هست. از ساعت 2 از قبل، یعنی سر ساعت 2 زنگ بزنید که بتوانیم ما به همه سوالات پاسخ بدهیم. با سپاس از دوستانی که با ما همراه بودن، با پوزش از دوستانی که روی خطا ماندن، همین الان پشت خط هستن، ولی همونطور که عرض کردم به ساعت 2 تا 3 به رادیو ایران زنگ بزنید که من سوالاتتون رو پاسخ بدم. برای همه شما روزهای آفتابی، شبهای مهتابی آرزو میکنم. خیرات همراهتان، طبیعت نگهدارتان. بدرود تا درودی دیگر. و با سپاس از کارگردان فنی امیر عزیز، بدرود امیر جان که مثل همیشه ما رو داهیانه و اندیشمندانه کارگردانی کردید. بدرود تا درودی دیگر برای مردم ایران سرافرازی، برای کشورمون آزادی، برای جمهوری اسلامی نابودی آرزو میکنم. بدرود تا درودی دیگر.